دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر 12 روزه خود به آسیا از ژاپن، کره جنوبی، چین، فیلیپین و ویتنام دیدار خواهد کرد. به گزارش برایان پدن، خبرنگار صدای آمریکا در منطقه، انتظار می‌رود متحدان اصلی نظامی آمریکا برخوردی محتاطانه داشته باشند و بر حوزه‌های تمرکز کنند که درباره آنها اتفاق نظر وجود دارد. پرزیدنت ترامپ در اولین دیدار رسمیش از آسیا می‌خواهد بر حمایت بین‌المللی برای ایجاد فشار فزاینده بر کره شمالی تاکید کند تا کیم جونگ اون برنامه‌های سلاح اتمی و موشک‌های بالستیک را متوقف کند. جلوگیری از توسعه برنامه موشک بالستیک غارپیما که می‌تواند قلمرو آمریکا را هدف قرار دهد در اولویت سیاست امنیت ملی آمریکا است. دولت پرزیدنت ترامپ با چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه کره شمالی همکاری کرده است که به موجب آنها تجارت کره شمالی تا 90% و واردات نفت آن تا 30% ممکن است کاهش یابد. پرزیدنت ترامپ و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن بر حل مسئله کره شمالی هم عقیده‌اند. هرچند ژاپن و کره جنوبی دو متحد نظامی اصلی آمریکا بر سر تاکید پرزیدنت ترامپ بر استفاده احتمالی نیروی نظامی علیه کره شمالی اختلاف نظر دارد. پس از دو آزمایش موشکی کره شمالی که تیان موشک‌ها از حریم هوایی ژاپن عبور کرد، پشتیبانی عمومی از سیاست امنیت ملی آبه در ژاپن گسترده‌تر شد و به پیروزی قاطع ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری او در انتخابات زودرس انجامید. گرچه آبه از تهدیدات پرزیدنت ترامپ برای فشار حداکثری بر کره شمالی حمایت کرده است، اما مقام‌های توکیو معتقدند که تهدید برای استفاده از نیروی نظامی شیوه دیپلماتیک برای گرفتن امتیازات از پیونگیانگ و پکن است. انتظار می‌رود مون جائین رئیس جمهوری کره جنوبی در ملاقات با پرزیدنت ترامپ بر اتحاد نظامی دیرینه و مستحکم با آمریکا تاکید کند. اما رئیس جمهوری لیبرال کره جنوبی به صراحت استفاده از هر گونه نیروی نظامی در شبه جزیره کره که به جنگی ویرانگر در منطقه می انجامد مخالفت کرده است. به عقیده من دیدار پرزیدنت ترامپ فرصتی برای آموزش اوست که کره جنوبی چگونه به این موضوع نگاه می‌کند و این حقیقت که کره جنوبی مدتی است که زیر تهدید واقعی اتمی زندگی کرده است، اما همه سالم هستیم. پرزیدنت ترامپ تلاش‌های قبلی آقای مون برای تعامل دیپلماتیک با کره شمالی را تسکینی غیر عملی توصیف کرده است. در مواجهه با تهدیدات اتمی و موشک پیونگیانگ و مخالفت کیم جونگ اون با برقراری گفتگو و یا حتی قبول کمک‌های نودوستانه کره جنوبی، به نظر می‌رسد سئول و واشنگتن از تأکید بر اختلاف خود در برخورد با کره شمالی امتناع کرده‌اند.